رومیان فصل 13 همه باید از اولیای امور اطاعت نمایند، زیرا بدون اجازه خدا هیچ قدرتی وجود ندارد و صاحبان قدرت فعلی را خدا مقرر کرده است. از این جهت هر کی با آنها مخالفت کند با آنچه خدا برقرار کرده است مخالفت می کند و با این عمل خود را ملامت خواهد ساخت، زیرا فرمان روایان باعث وحشت نیکوکاران نیستند، بلکه بدکاران باید از آنها بترسند. آیا می خواهی از صاحبان قدرت ترسی نداشته باشی؟ در این صورت نیکی کن و او تو را تعریف می کند، چون که او خادم خداست و برای خیریت تو کار می کند. اما اگر کار نادرست انجام دهی از او هراسان باش، زیرا او بی سبب صاحب شمشیر نیست، بلکه خادم خداست تا غضب خدا را در مورد خطاکاران اجرا نماید. بنابراین باید از صاحبان قدرت اطاعت کنید، نه تنها به سبب غضب خدا، بلکه به خاطر آسایش وجدان خود نیست. و به همین سبب است که شما مالیات می پردازید، زیرا اولیای امور خادمین خدا هستند و به این دلیل مشغول انجام وظایف خود می باشند. پس دین خود را نسبت به همه ادا کنید، مالیات را به مستحق مالیات و محصولات را به مأمور وصول آن بپردازید و آن کسی را که سزاوار احترام است احترام کنید و صاحبان عزت را عزیز بدارید. هیچ چیز به کسی قرض نداشته باشید به جز محبت به یک دیگر. کسی که به دیگران محبت داشته باشد شریعت را به جا آورده است. همه احکام خدا مثل زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن، طمع مورز و هر حکم دیگر در این حکم که همسایه ات را مانند خودت دوست بدار خلاصه شده است. کسی که همسایه خود را دوست دارد به او بدی نمی کند. پس محبت اجرای کامل تمام شریعت است. به علاوه شما می دانید که ما در چه زمانی هستیم و می دانید که موقع بیدار شدن از خواب رسیده است. امروز نجات ما از آن روزی که ایمان آوردیم نزدیکتر است. شب تقریبا گذشته و روز نزدیک است. پس دیگر کارهای ظلمت را مانند لباس کهنه از خود دور اندازیم و زره نور را بپوشیم. چنان رفتار کنیم که شایسته کسانی باشد که در روشنایی روز بسر میبرند و از عیاشی، مستی، فسق، هرزگی یا نزاع و حسد بپرهیزیم. خود را با عیسی مسیح خداوند بپوشانید و دیگر در فکر برآوردن هوس‌های ناپاک نفسانی خود نباشید.